سلام دوستان عزیز، قبل از شنیدن داستان لطف کنید چینل ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید. دومین نامه من برای فروغ. فروغ، اگر دیشب به خواهشت رفتار می نمودم و آن نامه را که مرا پریشان خیال کرد، ولی با وجود این بسیار پیش من گرامی است، زیرا از خواندنش فهمیدم مرا دوست می‌داری. با تو پس داده بودم، خیلی دلتنگ می‌شدم. با شادی فراوان اقرار می‌کنم که همه خطاها از من است و با پشیمانی زیاد از تو درخواست دارم که پوزشم را بپذیری. میدانم که نباید تو را سرزنش کنم، چه من تکیگاه و پشتیبان و هواخواه تو هم. پیوسته مرا از کار و پیش آمدهای خوب و بد خویش آگاه کن و اندیشه و رازهایت را نیز از من پنهان مدار. می خواهم از تو گله کوچکی کنم. من می دانم که رقص را دوست می داری، چون بارها گفته ای که از والس بسیار خوشت می آید. پس چرا چندیست نمی رقصی و هرگاه تو را دعوت می کنند رد می نمایی؟ اشتباه نکن. این که می بینی من به خاطر تو از مهمانی ها و جشن ها و رقص ها و شب نشینی ها چشم پوشیدم، نه برای این بوده است که فداکاری کرده باشم. اینها برای من لذت ندارد و فداکاری وقتی است که انسان از آنچه دوست می دارد چشم بپوشد. ولی شادکامی من هنگامی است که در کنار تو باشم. و برای تو که رقص دلخوشی است، اگر نروی فداکاری بزرگ نشان داده ای. من از نیک نهادی و پاکیزه خویت بسیار سپاسگزارم، ولی هیچ نمیخواستم چنین رنج بر خود روا داری. راست است که اگر من تو را در بازوان دیگری ببینم در آتش رشک می سوزم، ولی برای این حسودی ساده که هر عاشق از آن رنج می برد، نمی توانم تو را از خوشی و شادمانی جوانی به بهره گذارم. زیرا در دل من هم اگر جای برای شادکامی های دیگر بود، بیگمان این گونه چیزها را دوست می داشتم. پس از چه رو خود را رنج می دهی؟ برو برقص، شادمان باش، ولی در هر جا هستی مرا از یاد مبر. ممکن است جوانهای از من زیباتر، خوشپشتر و شیرین زبانتر بیابی، اما به جرأت می توانم بگویم هیچ یک از آنان چون من تو را به پاکی و سادگی دوست نخواهند داشت. نمی خواهم تو را از رنجهای پنهانی خیش آزرده سازم، چه آنها را پایانی نیست و از آن گذشته هر زمان تو را شاد و خندان.
و خوش و نیکبخت میبینم، همه را از یاد میبرم. خسته است نکنم، خدا نگهدار. چیز را از من پنهان مکن، با زبان یا با نوشتار. از همه پیش آمدهای مرا آگاه ساز. از خدای مهربان بخواه تا مرا تاب و توان، احتیاط و دوراندیشی و بردباری و شکیبایی دهد. یا دست کم صبر و خودداری را از من دریغ نکند. چه توانایی و دلبری را تا آن هنگام که تو دوست داشته باشی خواهم داشت. امیدوارم که این نامه و صدا تو را اندوهگین و گریان نسازد. من هم بسیار شادمان می شوم هرگاه با خود می اندیشم که تو را چی می خواهی؟ فروغ محبوبم، آیا راستی تو از آن من نیستی؟ یا اینکه دشواری‌های فراوان چون کوهسار بلند پیش راهم را گرفته و آینده‌ام بس تاریک است؟ باز می‌خواهم چون شارل هفتم با آوای بلند و مردانه بگویم: خدا او را به من داده است و اهریمن را توانایی ربودنش نیست. خدا نگهدار. مرا ببخش و اجازه بده تا شوهرت ده بوسه را که هنوز بدهکاری از گونه‌ات برگیرد. الله نگهدار.